فصل تازه افغانستان، هند امروز و پاکستان فردا میزبان نشست‌های منطقه‌ای در مورد افغانستانند. هند نشست مشاوران امنیت ملی منطقه را در مورد افغانستان میزبانی می‌کند. چین و پاکستان اما اشتراک نکردند، اما فرستاده تازه آمریکا پیش از این تایید کرده که در این نشست شرکت می‌کند. فردا هم پاکستان میزبان نشست تروریکای توسعه یافته در مورد افغانستان است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی امروز به اسلام آباد رفت. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه، آقای متقی در این سفر به اضافه گفتگو روی مسئله‌های امنیتی و همچنان بازرگانی با مقام‌های پاکستانی، همچنان با نمایندگان کشورهای عضو تروریکای توسعه یافته نیز گفتگو می‌کند. سفر هیئت بلندپایه امارات اسلامی به پاکستان، کشوری که فردا میزبان نشست تروریکای توسعه یافته است، روی تعامل تازه افغانستان به منطقه و حتی جهان چی تأثیر خواهد داشت؟ آیا منطقه در مورد مسئله افغانستان به سوی دو قطبی شدن روانه است؟ ریشه اختلاف‌ها میان هند و پاکستان در مسئله افغانستان در چیست؟ روی این پرسش‌ها و بیشتر از این در برنامه افغانستان 1400 بس میکنیم. سلام و وقت بخیر به افغانستان 1400. با من ادریس فاروقی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه آقای فیض ناصری، آگاه روابط بین الملل از آلمان، روی خط اسکایپ با ما وصل هستند، و همچنان آقای فضل رحمان اوریا، فعال سیاسی، اینجا در استودیو حضور پیدا کردند. مهمانان خیلی خوش آمدید و وقت شما بخیر. ناصری، سبست رو با شما آغاز میکنیم. منطقه واقعا به سمت دو قطبی شدن روان است؟ با عرض سلام، ادب و اظهار سپاس امتنان آقای فاروقی گرامی از محبت و دعوتتان، سلام به همکاران گرامی تکنیکی شما، سلام به میهمان گرامی شما آقای اوریا، و سلام به بیننده‌های خوب شما در سرتاسر جهان. ولی متاسفانه تحولات افغانستان و سقوط رژیم گذشته، اردوی ملی و نظام گذشته، خروج عجولانه و غیر مسئولانه امریکا از افغانستان، یک بحران کلان امنیتی را در منطقه ایجاد کرد، یک بحران کلان اقتصادی و سقوط افغانستان را در بحران انسانی و اقتصادی مواجه ساخت و افغانستان همه چیزهای خود را دست داد. متاسفانه دولت جدیدی که طالبان ایجاد کردن نه مشروعیت ملی به دست آورد و نه مشروعیت بین المللی، و افغانستان متاسفانه قسمی که در کنفرانس های متعدد گفته میشه امروز، هم در دیدی تمام مشاورین امنیت ملی هفت کشوری که در اونجا اشتراک کردن تاکید کردن که از افغانستان ما تهدید از تروریسم است، تهدید مواد مخدره است، افراطیت مذهبی است و بی‌ثباتی افغانستان است. بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی منطقه میشه. متاسفانه پاکستان در اینجا خود را پیروز میدان جنگ افغانستان میدانه و آقای مخاق ما 20 سال یعنی هند در افغانستان پروژه هایش شکست دادیم. پیروزی طالب ها را پیروزی خود دانستن و پاکستان با پیروزی طالب ها در افغانستان خود را برنده میدان جنگ میدانه و به شکل وسیع و قیام طالب ها عرض اندام کرده. نقش را که روسا و شوروی در زمان دهه 80 در افغانستان بازی میکرد و دولت حزب دموکراتیک خلق را به حساب مدیریت میکرد و نمایندگی میکرد از اونا و به حساب افغانستان بالاخره اشغال کرد. پاکستان در حین بازی با افغانستان قرار داره. بعد از 40 سال مداخله علنی و سری پاکستان در افغانستان، امروز خود را فکر میکنه که دولتی که در افغانستان تشکیل شده دولت دستنشاندهشان است، دولت وابستهشان است، و طالب ها را به این خاطر تشویق میکنن که به حساب یعنی در خط شواب پاکستان حرکت کنه. ولی متاسفانه فقط در تمام منطقه پاکستان است که بازی رو میکنه و همه کشورهای منطقه که در تروریکای پیشرفته است فردا در اسلام آباد نشست دارن، و یا مثلا در کنفرانس امنیتی ایلی نو، در کنفرانس تهران، کنفرانس مسکو، شانگهای و سازمان ملل متحد، در تمام سطح جهان، تمام جهان از تحولات افغانستان تشویش دارن و متاسفانه پاکستان مداخله علنی و سری در امور افغانستان داره. دیگر کشورها تشاویش امنیتی دارن و تحولات افغانستان و بی‌ثباتی افغانستان باعث از این میدانن که از افغانستان یک بار دیگر ترور و تروریسم جهان را تهدید نکنه. بسیار تشکر ناصری صاحب، شما برمیگردیم. اوریا صاحب، دو نشست با فاصله اندک، شما برمیگردیم. ناصری صاحب، ریشه اختلاف منطقه به ویژه هند و پاکستان در مسئله افغانستان به باور شما چی است؟ ریشه تاریخی داره.
بعد از فروپاشی امپراتوری انگلیس و خروج انگلیس ها از شبه قاره هند و ایجاد دو کشور به نام هندوستان و پاکستان، پاکستان در میان دو کشور قرار گرفت که افغانستان و هندوستان بود و هند یک جزء کلان و از خاک خود از دست داد و کشور جدیدی به نام به عنوان دین ایجاد شد. ولی متاسفانه از ابتدایی که روز اول ایجاد پاکستان جنگ سر کشمیر صورت گرفت، باز جنگ سر مسئله پاکستان شرقی یا بنگلادش صورت گرفت و پاکستان سه بار با هند جنگید و این جنگ که به خاطر منافع اقتصادی، منافع سیاسی، منافع ارضی و اختلافات بسیار کلانی که میان هند و پاکستان بود، موضوع دیورند که یکی از مسائل بسیار کلان و مشکل تاریخی افغانستان با انگلیس ها بود، میراث‌خوار از این پاکستان گردید. بنابراین پاکستان در میان کشوری که افغانستان است که با او مشکل کلان تاریخی داره که مسئله خط دیورند است و از طرف دیگر خود ایجاد یک دولت که ایجاد شد توسط انگلیس ها به نام پاکستان که او هم بر هند تهدید است، هم بر افغانستان تهدید است، هم در منطقه تهدید است و متاسفانه پاکستان یک غده سرطانی گردید. بنابراین پاکستان همیش عمق استراتژیکش در افغانستان تضعیف حکومت های مرکزی، تخریب از اونا و یا در عمق استراتژیک پاکستان داشتن یک رابطه با دولت دست نشانده در افغانستان است یا دولت متی پاکستان است. تمام دولت های افغانستان توسط پاکستان تخریب شده، جهاد افغانستان و تمام آرمان های جهاد مردم افغانستان پاکستان برباد کرد رهبریتش و متاسفانه رهبران جهاد به شکل گروگان گرفت که 8 سال مکمل مذاکرات ژنو پیش می برد و تمام دستاوردهای جهاد افغانستان وقتی مجاهدین کامیاب شد، جنگ‌های داخلی توسط پاکستانی‌ها به شکل از اشکال و نوع از آنها رهبری شد و بالاخره طالب ایجاد کرد، مجاهدین خلع سلاح ساخت و امروز فکر میکنه که با پیروزی طالب ها حکومت و امو آرمان عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان دیگه تحقق یافته که گروه وابسته به خودشان حکومت گرفته و هند از پیروزی پاکستان در افغانستان و به حساب گسترش سایه نفوذ پاکستان در افغانستان و آسیای میانه حراس داره، مشکلات اقتصادی، مسائل رقابت های هسته‌ای دارن. بالاخره این دو قدرتی که در غرب آسیا هست در مسئله افغانستان با هم رقابت میکنن. امارات اسلامی باید چی گونه سیاست بازی بکنه که افغانستان از اختلاف آسیب نبینه؟ اگر در میان امارات اسلامی و یا حکومتی را که اینا امارات اسلامی میگن و جهان قبول نداره، مردم افغانستان هم قبول نداره و بالاخره این حکومت ماننده که امان الله خان امو در لوی جرگه پغمان تمام اصلاحات را که آورده بود به زیر فشار مردم تغییر داد، حزب دموکراتیک خلق بیرق سرخ خود به سیرنگ و قانون اساسی خود بعد از 14 سال حاکمیت تغییر داد. طالب ها هم امارت اسلامی خود و قانونهای خود تغییر میتن. اگر طالب ها درایت فراست سیاسی می داشتن امروز حیاتشان به پاکستان نمی رفت تا وابستگیشان به پاکستان نشان نتا. در زمان حزب دموکراتیک خلق هر بار که روسا می خواست رهبریت حزب دموکراتیک وقت جلسات در ژنو دایر می شد، یک بار رؤسای جمهور افغانستان باید به مسکو می رفتن. امروز این سفر ای حیات طالبا بی موقع هست، بی معنا هست، به خاطر که نشان دادن به حساب قدرت پاکستان در افغانستان بود و این پاکستان بود که حیات طالبان را خواست که بیاین که ما به هند و دیگر کشورها که در جلسه امنیتی دلی جمع شدن نشان بدم که ما حاکم افغانستان هستم. اگر سیاست و درایت سیاسی در وزارت خارجه افغانستان می بود، امروز نباید حیات افغانستان به اسلام آباد می رفت. وقتش مناسب نیست و به می شرایطی که جهان می خواهد افغانستان یک تفاهم ملی را، توافق ملی را ایجاد کردن. امروز دست. آقای علی شمخانی گفت فقط رای حل مشکل افغانستان تشکیل حکومت ملی فراگیر است، قابل قبول برای مردم افغانستان باشد. تمام جهان از طالبا سه شرط دارند: شرط مراعات حقوق بشر، حقوق زنها و دخترها، حکومت فراگیری قابل قبول ملی، حکومت مشروع و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی. امروز توافقنامه‌ای را که با دولت پاکستان به همکاری و وساطت آقای سراج الدین اخوانی و طالب ها با امو گروه تحریک اسلامی طالب ها تی تی پی امضا میکنن، این خودش نشان دهنده چی هست؟ نشان دهنده از است که طالب ها با گروه های جنگ طلب، گروه های مسلح، گروه هایی که دولت های مرکزی خود را تهدید میکنن ارتباط داره، در خاک افغانستان از اونها حمایت میکنه
و این همکاری با گروه تروریستی مانند در قاعده مانند تحریک اسلامی طالبها پاکستان و یا من نمیفهم سپاه صحابه و جیش محمد اینا این افغانستان به مرکز از تروریسم تبدیل کرده. بنان آقای لاوروف امروز میگه که افغانستان به مرکزی از تروریسم و دهشت و وحشت تبدیل شده و طالبها با جلوه و زیره بگیرن. این تهدیدا هم روسیه تهدید میکنه کابل، هم تهران تهدید میکنه، هم دیلی تهدید میکنه، خلاصه کل جهان به جز اسلام آباد از تحولات افغانستان ناراحت هستند و باید طالبها فراست و درایت سیاسی خودمشان بتن. متاسفانه اینا ندادن. درست ناصری سپسا تشکر به شما برمیگردیم. ناصری صاحب، سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به پاکستان از چی اهمیت برخوردار از بین روابط کابل و اسلام آباد؟ از هیچ اهمیت برخوردار نیست. فقط پاکستان میخواست که در رقابت با هند هیئت افغانستان در اونجا بخواید و بگوید که ما حاکم افغانستان هستیم و ای ما هستیم که دولت افغانستان هر وقت بخواییم ایزار میکنیم و به حساب در رقابت با هند از افغانستان و دولت مردانش استفاده میکنیم. من فقط به ارتباط به نظریات اوریاس افسی عرض میکنم به خاطر که بینندهایتان کنفیوز نشه. اوریاس اف گفتن که مشروعیت از خواست ملت ها ایجاد میشه. از صدر اسلام وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب هر کاری را میکردن و مخصوصا در تعیین خلفای راشدین مسئله بیعت و مسئله حضور مردم و رضایت از اونم. تا در مشروعیت رضایت نباشد در دولت ها هیچ نوع معنا نداره. در تمام جهان دولت ها به زبان مشروع می باشند ولو از رای کودتا بیاین یا از رای انقلابا بیاین یا از رای هر چیزی که بیاین غلبه نظامی باشه، تا مردم رضایت نداشته باشه که در یک روند دموکراتیک و آزاد مردم یک شکلی به اشکال رای نتن، او مشروعیت ملی نمی داشته باشه. ولو کاروزی هم پیشش باشه، حاکمیت هم باشه، ولی مشروعیت مردم امو رابطه دولت ملت که میگن امو شهروند این تعریف نوین است. مسئله دیگه که اوریاس گفت که 50 سال بعد از 50 سال 50 ما امسال 1400 قرار داریم. 50 سال پیش سال 1350 شاهی بود، حکومت نظام شاهی حاکم کل افغانستان بود. 5 سال جمهوریت مرحوم داوود خان حاکم کل افغانستان بود. در زمانی که حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد تمام افغانستان زیر سلطه حزب دموکراتیک بود بر اساس غلبه کودتای نظامی. تا زمانی که جهاد رونق گرفت روسا اشغال کرد، بعد از این مجاهدین تانستن اراضی را کم آزاد کردن، ولی تا روز آخری که به حساب حزب دموکراتیک در افغانستان حکومت میکرد یک ولسوالی را در زمان تا پیش از اشغال شوروی ها ما نداشتیم، با وجودی که من مخالف حزب دموکراتیک بودم. و یک حکومت دست نشانده میگه من جناب اوریاس با 40 سال است میشناسم، با 40 نظریات از اینا آشنا هستم. همی آقای اوریا یک وقت در تلویزیون از آقای اشرف غنی و حزب همی تیم دولت ساز نمایندگی میکردن، همو دولت را دست نشانده میگن، همو اشرف غنی را دست نشانده میگن. یک وقت اینا سخنگوی ازو بودن، یک زمان سخنگوی دکتر عبدالله و شورای اجرایه بودن. اگر ما بگویم دولت دست نشانده، در 20 سال من دولت همی دست نشانده گفتم، روسا را امریکا را متجاوز گفتم، روسا را متجاوز گفتم. ولی اوریا صاحب از زمان حزب دموکراتیک تا امروز هر روز نظرشان تغییر میکنه. حکومت دست نشانده اوس که وابسته به بیگانه باشه. اگر اشرف غنی، اگر کرزی و امروز اگر دولت طالب ها که به شکلی که عمل میکنن که متاسفانه به امر نهی پاکستان، این هر دولت را نباید امروز امارت اسلامی را آقای اوریا قسم حرف بزنه که گذشته سیاسی خود فراموش کردن. ناصری صاحب اگر بیاییم روی درست روی سفر وزیر خارجه افغانستان، وزارت خارجه گفته آقای منتقی با آزوهای نشست تریبیکای توسعه یافته هم دیدار میکنه در آشه نشست، بیشتر روی چی بحث خواهد شد و آیا بر کسب مشروعیت امارت اسلامی هم کمک خواهد کرد یا خیر؟ نه خیر نی، تا که جهان از طالبان میخواین که حکومت فراگیر ملی تشکیل کنند، ولی اونا در 10 دفعه هم با ترویکا ببیرن و در شورای ملل متحد امنیت ملل متحد برن به هر جای برن، جهان از اینا میخواین که اینا باید کار خانگی خود کنند، تشکیل یک حکومت فراگیر قابل قبول ملی را ایجاد کنند، حکومت که قسمی که آقای شمخانی امروز گفت و همچنان آقای لاوروف
دیروز در صحبتی که با وزیر خارجه واتیکان داشت گفت تا در افغانستان تمام اقوام، تمام جریان‌های سیاسی، مذاهب و تمام مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان در حکومت فراگیر ملی اشتراک نداشته باشند، حکومت جهان به رسمیت نمی‌شناسند. پس طالب‌ها باید قرائت خود را در ارتباط با شکل نظام تغییر بدهند. حکومتی که حق زن، حق مرد، حقوق بشر، تحصیل و کار باید بگذارن. امروز در ایران شما ببینین که مردم خودشان قیام کردن و تمام مکاتب مردم و شوراهای مدنی باز کردن و گفتن که 12 روز به ختم سال مانده و دختران ما بی‌سواد میمانند. چرا؟ آیا اسلام اجازه نمیده برای تدریس و اینا؟ متاسفانه مراد حقوق بشر در افغانستان و مسئله مشارکت سیاسی و رابطه با تروریسم خواست های جهان است. تا این را قبول نکنند ارتباط با جهان نشست در کنفرانس ها هیچ معنا نداره. جهان حکومت امارت اسلامی طالب ها را به این شکل بر رسمیت نمیشناسد. بسیار تشکر ناصری صاحب. اورگاس یک دقیقه فرصت داریم، نظر شما در قسمت بر رسمیت شناختن امارت اسلامی و همچنان نشست تریبیکای توسعه یافته و در حاشیه نشست دیدار سرپرست وزارت خارجه افغانستان. ببینید جناب ناصری صاحب باید بفهمه و درک باید بکنه که بحث سیاسی باید بکنه نه بحث شخصی. ما در هیچ رسانه یک کلمه را در دفاع از غنی نگفتیم، بلکه 20 سال پیهم ما منتقد حکومت بوده. در پهلوی ازی جناب عالی فرمودن که از رای دموکراتیک مشروعیت میاد. این دموکراسی را که جناب عالی میفرمایی دموکراسی 20 سال تجربه شده که محصولش 1 میلیون انسان در افغانستان کشته شده، افغانستان به یک مخروبه تبدیل شده. این یک متودش است که امریکایا به کار میندازه. دیگیش ارسی است، یک پاچه است، بچه است، بچه است، پروپاشی امپراتوری است، باز تاکید میکنیم. جنگ های آزادی بخش هستند که 90 کشور در دنیا دولت هایش بر بنیاد جنگ های آزادی بخش مشروعیت خود به دست آورده. به شما جنگ 20 ساله مشروعیت داره، جهاد هست و به حمایت مردم صورت گرفته. امروز آمریکا چیغ میزنه که ما شکست استراتژیک خوردیم و جهاد به پیروزی رفت. چون وقت کوتاه داریم، اوریاس صاحب نظرتون در رابطه با سفر وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به پاکستان؟ ببینید این سفر در یک موقع بسیار حساس صورت گرفته. از یک طرف با آن مسائل حیاتی که با افغانستان و پاکستان ارتباط داره صحبت میشه و از طرف دیگه هم با مسائل اتصال که این مسئله منطقوی است صحبت میشه و در پهلوش با چین صحبت میکنه نماینده چین، نماینده روسیه، نماینده امریکا، صحبت های انفرادی است طبیعتا. این یک حرکت، یک تحول خوب دیپلماتیک است که برای افغانستان کمک میکنه و این حرکت های دیپلماتیک افغانستان تانسته که در مناسبات بین المللی جایگاه شامخ برشان قائل شود. کسی بخواه یا نخواه ما تحلیل میکنیم، ممکن تحلیل ما خوشمون نبیاد. حکومت موجوده مشروعیتش از جهاد گرفته، حمایت مردم خود با خود داره، اما حمایت آن چند تن غلام و جاسوسی آمریکا که گای در این کشور پناه میبره، گای در اون کشور، طبیعتا نداره با خود و ضرورت هم نیست. و به زودی کشورهای مختلف دولت جدید افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. تشکر آقای فضل الرحمن اوریا، فعال سیاسی اینجا در استودیو که حضور پیدا کردن، و همچنان از آقای ویس ناصری، آگاه روابط بین الملل از آلمان که روی خط اسکایپ وصل شدن. ممنون از شما همچنان که تا بیننده افغانستان 14 ساعت بوده. تا بعد وقت خوش، خدا نگهدار.